راستی بلان و مشکل مراشق غیلت یعقوب. یه سوال که روز شبات آیا مجازه که ویترین مغازه نگاه کنن تو راه و مسیری که دارن حرکت میکنن یا قیمت بپرسن و یه بحث دیگه است که در موردش بحثه و همطور یه نفر بخواد تو باغچه‌ای که داره باقی که داره مثلا بره شبات یه حرکتی میکنه، یه گردشی میکنه، فکرش یه که مستای شبات، فکرش یه که تو هفته آیا من جاییش مثلا رستگی کنم، رستگی میخواد نمیخواد، اینا آیا اشکال داره یا نه. درگ ما را مسخت شبات برگ 113 هم اونجا خفان یاد گرفتن، یه پاسخی توی شعیا داریم: این تشریف میشبات ویله خواه اتوت خفاسه خواه بیام قدشی. اگه شبات پاتو تعطیل کنی از اینکه بخوای دنبال کارت بری در این روز مقدس، ممنوعه که آدم دنبال تمایلاتش و کارهاش تو روز شبات بره. مثلا شبات این نفر بره، این نفر یه خونه‌ای داره میخواد بسازه، شبات بره مثلا ببینه که کجاش احتیاج مساله میخواد، چیزی میخواد، یا مثلا شبات بره تو زمینش ببینه که فردا مثلا باید چی کار کنم، چی بخرم، اینا ممنوعه. و همطور پسقیم و شولخان آروخ هم آوردن و هارنبام هم میفرماد که ممنوعه آدم بره بررسی کنه باغش، سراش، شبات بره ببینه چی احتیاج داره و منبع مسائل تو گمارا هستش. از پاسخ اسود خفاسه خواهد، دنبال کار خودت نرو. یعنی حتی چیزی که آدم هیچ کاری هم انجام نمیده، فقط میره ساختمونش که داره میسازه یه سرش بالا میکنه، یه کمی سرش میچرخونه، یه نگاه میکنه اینجا چیه اونجا چیه، همین خودش ممنوع هستش و جزء کار هفته محسوب میشه. و خراب وادیا در کتاب خزان وادیا میفهمن که این ممنوعیت فقط حالتیه که قشنگ مشخصه که آدم میخواد بره ببینه که زمینش یا خونش چی احتیاج داره، قشنگ میره خوب بررسی میکنه. ولی اگه اصلا مشخص نیستش، مثلا این نفر داره همینطوری میگرده تو باغچه خونش، تو حیاط خونش داره میچرخه، این ممنوعیتی وجود نداره. اگه مثلا میبینه که چه احتیاجی وجود داره برای بعد شبات انجام بده. باوش که خیادام و بعضی از پستیم نوشتن که سخت بگیرن تو این مورد حتی اگه معلوم نباشه، ولی خب میشنا برورا اثبات میکنه که این مجازه. بنابراین در مورد بحثی که توضیح دادیم، یه نفر میخواد بره تو حیاط خونه، یه کمی میگرده، یه بررسی میکنه، یه اصلا مشکلی نداره مثلا ببینه چی کم و کس داره. و یه جنبندی بخوایم بکنیم، یکی آدمی که شبات داره گردش میکنه، مثلا داره تو خیابون میره، میتونه طریقه رفت و آمدش نگاه مغازه بکنه. مثلا میخواد بدونه که فلان مغازه مثلا عینکش خرابه، میخواد بدونه کجا یه مغازه مشخصی داره برای تعمیر عینک، کجا مثلا مغازه‌ای داره برای پوشاک و کاوشن و هر چیزی که لازم داره. و همطور مجازه که نگاه کنه کالایی که تو ویترینا هستش، مسلمه که قیمت نباید بپرسه و قیمت نباید نگاه کنه، که مسلمه به هیچ وجه حتی نگاه کردنش هم نمیشه، قیمت روی بحثا نمیشه. ولی خب همینطور طریقه عادی اگه داره آدم را میره و نگاه میکنه یه اشکال نداره. موقعی اشکال داره که قشنگ مشخصه که من دنبال کار هفته هم، قشنگ رفته سر زمینش رو داره با کارگرها احوال پرسی میکنه و قشنگ داره فرض کنیم خونهی که داره میسازه داره میره چک میکنه، اون مسلمه که ممنوع. ولی طریقه عادی حرکت کردن جوری که هیچ مشخصه ای نداره، میشه نگاه کنه برای که به شبیه شباتش چیزایی که میخواد خریداری کنه. سراسی بلا نماشت مراشا قیلت یعقوب. در ادامه بحث هفدالا بر روی شم در شب یه شبات، چراغ‌ها برنری که برای متر روشن شده نمیگن، یعنی شمی که روشن کردن، شمی که برای متر روشن میکنن، شمی که مثلا تمام هفت روز جایی که طرف فوت شده روشن میکنن، این قانون شم متیم داره، نمیشه بر روی شم براخای پوره مهوره های شب یه شبات بگن. و نر شلو شابد میملخ دوره، همینطور شمی که از کار گناه تعطیل نشده، یعنی چی؟ یعنی مثلا شمی که یه گویمی شبات اومده روشن کرده، نمیشه مسای شبات براخای بوره مهوره هایش بگن. حتی بدیعود هم براخا بگن، باز از انجام وظیفه خارج نمیشن، بعد دنبال بگردن دنبال یه شم دیگه که کاشر باشه. ولی اگه یه شمی روشن شده باشه شبات، به نیاز یه مریضی که خطر داشته، یا مثلا به نیاز یه زنی که یولدت بوده
زن زاوی که احتیاج به نور و روشنایی داشته، اینجا با توجه به اینکه حالتیه که ساریخ لخوله است، نیاز مریض بوده که خطر داشته، روی میشه براخا بگن در شب یه شبات. کسی که شب یه شبات همه براخای عبدالا گفت قبل از اینکه از یعین بچشه، گفت شابوتو، گفت هفته خوبی باشه. همین لغت هفته خوبی باشه ای فاصله ایجاد میکنه، یعنی که نباید قبل از چشیدن یعنی هیچ حرفی بزنه. اگه همین جمله شابوتو هم بگه، این حفظه حساب شده، دوباره باید براخای هگفن بگه از یعنی استفاده کنه. بدون گفتن براخای هگفن نمیتونه، همین فاصله ایجاد میکنه. نباید دادم حواسش باید باشه که هیچ حرفی صحبتی نکنه، مخصوصا کسی که عبدالله میگه، تا ای که از یعین استفاده بشه، چشیده بشه، هیچ افسقی نباشه. و میسوای هر کسی که نزدیک شمع باشه، جوری که بتونه از شمع استفاده ببره، از شمع هفدالا، بین این دو تا سکه تشخیص بده. و بنابراین لازمه که ما بهش نزدیک بشیم، به شمع نزدیک بشیم. اگه نفر عواصش نبود و براخا گفت رو شمع با فاصله، جوری که فاصله داشت، کارش اشتباه بوده، ولی خب دوباره لازم نیست برگرده و براخا بگه. و همینطور نکته دیگه ای که بعد از اینکه براخای هفدالا گفتن، براخای شم و به هفدالا براخا شد، رسم به این صورته که میان شم رو خاموش میکنن. و درست هم هست که شم رو بعد هفدالا خاموش کنن، به خاطر که مشخص باشه که ایشم برای میسوای هفدالا بوده و به این صورت نشون میدن که ما برای میسوای هفدالا روشن کردیم. نور شمع عبدالله باید جوری باشه که ازش گفتیم استفاده بریم، بین دوتا سکه بشه تشخیص بدن و شعله باید ببینن. شعله نور شمع باید قابل رویت باشه. اگر که او شعله قابل رویت نباشه، این فایده ای نداره. براخا روی نر نمیگن. حتی اگه نورش هم به ما برسه، تا خود شعله نبینیم نباید براخا بگیم. و بنابراین باید دقت کنی که قشنگ مشخص باشه، بعد براخا بگیم. تو را سیبالا نموشه مراشا قیلت یعقوب. شب یه شبات یکی از جز براخایی که تو عبدالا گفته میشه، براخای بوره موره هایشه، آفریننده نورهایی که در آتیشه. چرا این براخا گفته میشه؟ به خاطر که در گمارای پساخیم اومده که خداوند به آدماریشون یه خخمایی داد، عقلی داد، که شب یه شبات دوتا سنگو به هم زد، آتیش به وجود اومد و ما از آفرینش آتیش و نور تشکر میکنیم. این که تو براخا جمع میگیم آفریننده نورهای آتش، به خاطر که تو آتیش نورهای مختلفه، آبی، نارنجی، رنگهای متفاوتی تو نور آتیش هستش که ما به خاطر اونا تشکر میکنیم. اگر که یه نفر در زمانی که داره هفدالا میگه شمع نداشته باشه، بعد از هفدالا برای شمع میاد، میتونه که کل شب یه شبات وقت داره که براخای بوره موره هایش بگه، ولی فرداش دیگه وقت نداره، یعنی روز یه شبات دیگه وقت نیست، فقط کل شب یه شبات زمانشه. حتی کسی که یعین نداشته باشه، یا اگه یعین نبود عرق، با عرق میشه عبدالا انجام داد. جایی که بگن بوره پریگفن، میگن شرکل نیا ویدبارو و براخا به ترتیب میگن. حالا کسی که نه یعین داشته باشه، نه شخار داشته باشه، یعنی هفدالا نمیتونه اجرا کنه، ولی با این وجود براخای بسامیم و براخای بوره موره هایش میتونه بگه. اینا کاری به هفدالا ندارن، اینا میتونه که جداگونه بگه. ولی خب مسلمه که نمیتونه براخای همفدیل به انقدش لخول و به نول خوشخ، این نمیتونه بگه، چون اگه یعین نداشته باشه یا عرق نداشته باشه، دیگه این براخا گفته نمیشه. بهترینش اینه که روی مشعل براخا بگیم، ولی اگه یه نفر مشعل نداشته باشه، یعنی چند تا شعله‌های نور با هم نداشته باشه، روی دونه کبریت، روی دونه شمع هم براخای بوره موره هایش میگه. اگه براش امکان داشته باشه دوتا شمع به هم دیگه نزدیک کنه، دوتا یا دوتا کبریت به هم دیگه نزدیک کنه، خیلی بهتره، به خاطر که جنبه مشعل داشته باشه که اینطوری بهترینشه. نکته دیگه، براخای بوره موره هایش رو شمعی که توی شیشه هستش گفته نمیشه. یعنی اگر که شمع جوریه که با شیشه پوشیده شده و او شیشه فاصله ایجاد میکنه بین شعله با ما، ما روش براخا نمیگیم. برای این وقتی که مسای شعبات میخوان براخا بگن، رو منورایی که شمعهای نفتی و اینا، باید جوری باشه که شعله بدون فاصله دیده بشه، از پشت شیشه نباشه، جوری باشه که بین ما
و اون نور فاصله نباشه، نه شیشه باشه نه چیزی باشه. نکته دیگه، براخای برمه و رهایش رو برق گفته نمیشه یا چراغ قوه گفته نمیشه، و بنابراین چون که هدف ای براخا گفتیم تشکر از نور آتیشه که خداوند به آدم هایشون این خخما رو داد و آتیش کش شد، و بنابراین رو شعله برق و امثال اینا ای براخا گفته نمیشه. حتی زمان تنگی که شمع هم نداشته باشه نباید براخا بگن. بنابراین وظیفه گباییم و گباییم مسئولای کنیسه هستش که حتما توی نکته دقت کنن که برای جماعت حتما شمعی باشه. موقعی که براخا میگن درسته که سر انگشتاشون خم کنن، انگشتای راستشون داخل مشتشون میکنن جوری که انگشت شست پوشیده میشه زیر چهار تا انگشت، انگشت شست پوشیده شده زیر چهار تا انگشت و جلوی شمع خم میشه و نگاهی کف دست و نگاهی انگشتا میکنن. علتش چیه؟ چرا ما نگاهی کف دست و انگشتامون میکنیم؟ به خاطر که تو گمارا اومده که این نوری که ما میخواییم براخا روش بگیم باید یه فایدهی داشته باشه، باید یه نوری به ما برسونه. بین دوتا سکه بتونیم تشخیص بدیم، یا مثلا بین ناخون و گوشت بتونیم تشخیص بدیم. وقتی که ما این کار انجام میدیم، دستمون میاریم جلوی شمع، نشون میدیم که این نورش فایده داره، کافیه. مسلمه کسایی که دور نشستن و از دور دارن براخا گوش میدن از انجام وظیفه ای براخا خارج نمیشن، باید نزدیک باشن جوری که شعله نور، جوری که این نور به حدی به اونا برسه که اگه فرض کنیم چراغای کنیسه، چراغای خونه خاموش بشه، نورش به حدی باشه که بین دوتا سکه بشه تشخیص داد. فایده نداره که اگر خیلی دور نشسته باشیم، باید بیایم نزدیکتر و از نورش استفاده کنیم. توضیح دیگه که میدن به خاطر که ناخون همینطور در حال رشده و نشون دهنده شکوفا شدنه، دعا میکنیم که هفته با شمرا با براخا و برکت ها با شکوفا شدن ها که هم یه رمز و اشاره به این قضیه است.